به دار آویخته، هم نفرینه هم تولد دوباره. به زودی مرگ و از رگ گردن به خود نزدیکتر میبینیم، ولی مسیرت از همونجا شروع میشه. میروانی معتقد خود بهرام گوره، یه مرد 1500 ساله که هر سال یه شب پیر و فرداش دوباره جوان میشه. این قیروانیه، اینم صنم ساربانه. حالا صنم ساربان کیه؟ مترجم کتاب نوبت لیلی. هانیبال قیروانی میگفت این کتاب رو اون ننوشته، میگفت این کتاب از یه جایی تو آینده بهش رسیده. منم وقتی کتاب رو خوندم با خودم گفتم این قیروانی یا هرکی که اینو برای شما فرستاده لابد از زندگی منم با خبره. یاد با بزرگت میگه زیادم. یعنی این نوه اتحاده؟ نه، پس نوه منه. باید بری شازده و مهرداد و بقیه عرازل رو پیدا کنی. باید یه دو سه روزی همایون اتحاد ببریم یه جایی پیداش نباشه. گفته همایون چی شده؟ ناپدید شده، مثل پدر توی کتاب. همایون هم غیب شده. اگه اون دختر که اسمش لیلیه به موقع قیروانی رو پیدا نکنه، فراموشی همه دنیا رو میگیره. وقتی سر و کلش پیدا شد پاک این بچه رو خرابش کرد. خرابش کرد؟ نه، تو چرا همش حرفای منو تکرار میکنی؟ آقا اگه اینجور باشه آرش هم سرپنجه است. نه بابا، گیاهخوار شده. خاک بر سرم. نه آقا، دایناسورم خیلی هاشون گیاهخوار بودن. الان چه ربطی به دایناسورا داره؟ یه من هیچی نمیگم، تو یه دفعه قپی می چرت و پرت چرا میگی دایناسورا گیاهخوار بودن؟ آقا همه حیوانای گنده ما قبل تاریخ اینا بابا اصلا ویجیتریان بودن. اینا داشتن سیاره سرسبز اونو بیابون لمیازره میکردن. موشا ها موشا نسلشون رو منقرض کرد. نه بابا، میخوام این کار رو بهت یاد بدم. مرگ من؟ دمتون گرم آقا، من فکر کردم فقط به آرش یاد میدی. نه بابا، آرش که دیگه سر به هوا شده، یه نفر دیگه هم باید این کار رو یاد بگیره که اگه یه روزی من نبودم بچه همون لنگ نمونم. دورتونتون آقا، ولی خیلی مردید. به مرحله اولش اینه که یکی از این مرگا رو برمیداری، قشنگ خوردش میکنی، میریزی اینجا، انقدر میکوبی تا پودر بشه. بله. مراحل بعدش هم بعدم بهت میگم. بله. گفتی چند روز دیگه آرش رو با دایی راهی میکنی؟ آقا من عرض کردم یه هفته، شما دستور دادید 5 روز. ما گفتیم چشم. ها همون 5 روز خوبه، منم باهاشون میرم ولی تو میمونی اینجا. چشم. اینو که آسیاب کردی میری سراغ آرش، چشم ازش بر نمیداری تا وقت سفر. بره. حالا جدی گفتی دایناسورا علفخوار بودن؟ آقا به مطالعات من شک داری؟ از شر صدای این سگه خلاص شدیم، حالا باید میومیوی گربه ها رو تحمل کنیم. چرا اینا نمیندازیشون بیرون؟ چیکار؟ خب بزنم به خودم مطمئن شم که اینا خواب نیست. بابا به خدا خواب نیست. تو چرا اینجوری میکنی امروز؟ شما چرا اینطوری میکنین؟ دیوونه شدین؟ میگم من قبل اینکه از در این خونه لعنتی برم بیرون اینجا با ترمه حرف زدم، بعد الان داری میگی چی؟
یعنی چی هستن؟ خودم به اطار مو بندم الان اصلا من تو دست انداخترم نیست. کسی دستت ننداخته عزیزم. مینا تو بگو، من داشتم صبح با تو همه حیات پایین تلفن حرف میزدم، ترم اومد پیشم گفتش که من نگرانتم، گفتم که نگران نباش. تو اینا رو نشنیدی؟ خب بگو دیگه، یه چیزی بگو. لیلی جانم بیا بشین، کم کم هضمش میکنی. امروز قد یه سال ماجرا داشتی. هضمش چیو میکنم؟ چرا مثل بچه ها با من حرف میزنی؟ خب لامصب تو پای تلفن صدای تبر نشنیدی، یعنی من دارم دروغ میگم؟ من از وقتی باهات آشنا شدم تو به من گفتی یه خواهرزاده داری که مامانش سر زا رفته. من غلط کردم گفتم؟ بابا شما با کتاب قیروانی و با زندگی عادی ما قاطی کردین. تو اونه که خواهر سر زا میره، نه اینجا، نه خواهر من. لیلی گوش کن لیلی، من نمیفهمم چی شده عزیزم. ولی باور کن بابا 12 سال گم شده، بعدش هم که ترمه مون. لیلی این بچه نفسش به تو بنده، تو از همه باش صمیمی تری، بعد الان انکارش میکنی؟ چی میگی؟ چی داری؟ لب کن. سلام. پیزا درست کردم برات، همونجوری که یادم دادی. من یاد دادم؟ آره. میل ندارم، خودت بخور. برای خودم پختم، پایینم. باش، دست درد نکن، برو پیزا تو بخور. باش. آریا یه دقیقه بیا، نرو بیا باش اینجا. تو هیچی از ترم یادت نیست؟ از با بزرگت چی؟ بابای خودت چی کجاست؟ اونم خیلی وقت ندیدیمش. اسمش چی بود؟ فرهاد. آره فرهاد. چی کاره بود؟ گلاخه، هیکل گنده میکنه فقط. ایچه طرز حرف زدن راجع باباته؟ با خودت گفتی اشکال نداره. من گفتم؟ آره گفت فرهاد بابا حساب نمیشه. من غلط کردم، گفتم اشتباه کردم، چرت و پرت گفتم. آدم راجع باباش اینجوری حرف نمیزنه. برو پیزا تو وردا بیار با هم بخوریم. باش. الو ام خسرو. سلام، چطور ببین زنگ زدم یه چیزی بپرسم وقته. رمان دره بودی مگه؟ من خبر نداشتم. بابام هم اونجا بود؟ یعنی چی؟ چه خبر بود رمان دره؟ خب یعنی چی؟ رفتی اونجا بعد نمیدونی چی کار داشتی؟ یادت رفته مگه میشه؟ خب حداقل بگو کی بوده این قضیه، اینو که دیگه میدونی. خیلی خب. خداحافظ. بیا. اینا رو تو فر درست کردی؟ آره. یه دست به گاز میزنی؟ آره. آره. اینم لابد من یادت دادم. چقدر بد آموزی داشتم برات. تارو و تمنا هم نمیگن. تارو و تمنا غلط میکنن. تارو و تمنا خودشون هیچ کاری نمیتونستن بکنن. هر ستایشون همش خواب بوده، همه غذاشون رو من درست میکردم. میخوای؟ یه ذره. من بزرگترم بذار هرچی دوست دارم بگم. اینا رو ول کن، میخوام یه چیزی ازت بپرسم. اون ماشین شاسی بلنده تو حیات میدونی مال کیه؟ اون تمنا. تمنا اون یکی چیه؟ 206 تمنا شکنه. اون واسه تاره. تاره سویچش میدونی کجاست؟
من به کمک نیاز دارم. تو همینجاشم با اینکه نمیشناسمت فکر کنم بهت زیاد کمک کردم. منم نمیدونم تو کی هستی. ولی باید کمکم کنی جون این نفر رو نجات بدم. چرا باید جون این نفر که من نمیشناسمش برام مهم باشه؟ من خودم وسط هزار تا ماجرام. خواهش میکنم. اگه منو اینجا تنها بذاری اون دختر میمیره. کدوم دختر؟ فقط میدونم اسمش لیلیه. لیلیه اتحاد؟ آره. تو میشناسیش؟ من نمیدونم چرا همه چی ختم میشه به لیلی. من اومده بودم اینجا پی عکس خنجری که دست لیلیه. خنجر گلبادی؟ الان یکی اینجاست هم میدونه خنجر گلبادی چیه، هم لیلی رو نمیشناسه ولی دنبالشه. تهش نمیدونم چی میخواد باشه. ببین من فکر میکنم میدونم. اگه کمکم کنی تو هم به جوابت میرسی. خواهش میکنم. باشه. بگو. بگو اصلا ببینم تو کی، جریان چیه. همه چیزو بهت میگم. فقط منو زودتر از اینجا ببر بیرون. زنن؟ اگه سوال تازه بپرسی حرف تازه میشنوی. خب اگه ازشون سوال کنم بابای منو دیدن جوابمو میدن؟ اگه دیده باشن آره. بابای من دیروز اینجا بوده. همه اینا دیروز مرده بودن. داستان زنده ها رو باید از زنده ها پرسید. ببین من میدونم دیروز اینجا بوده، مطمئنم. حالا از ذهن همه پاک شده، همه مطمئنن که سالاس ناپدید شده. فقط من میدونم که تا دیروز میدیدمش. بلدم این ملودی رو. از کجا یاد گرفتی؟ نمیدونم، همیشه بلد بودم، انگار از اول تو سرم بوده. هیچ جای دیگه هم نشنیدمش، فقط خیلی وقت بود که یادم رفته بود. نخون، چیز شومیه. چرا؟ چیه مگه؟ یه چیزایی هست که فقط ما میدونیم. این بچه رو ببین، نسل گوریابا با اومدنش قطع شده. این نغمه هم همون روز پیدا شد، از اون سرمدون نحس. این سرمدونه یا یه چیزی مثل جعبه موسیقی؟ چیه که انقدر مهمه؟ اگه بگمم حالیت نمیشه. میترسم پاکت دست بری. من همین الانش هم از دست رفتم، معلوم نیست؟ وقتی گوریابا تموم میشن یعنی مرده ها فراموش میشن. مرده ها که فراموشن نوبت زنده هاست. اولین بار که این سرمدونه صدا داد پرونده مرده ها پیشیده شد. این بچه موسیقی ها شد.
بعدش حتما نوبت شما هست. حتما بابای تو ایمو باز کرده. چرا بابای من؟ به زودی نفرین فراموشی همه گیر میشه. ببین من اصلا نمیفهمم تو داری چی میگی. خودم هم همینقدر میدونم. چند ساعت خونه نبودم. وقتی برگشتم دیدم چند نفر اینجان که فراموشی گرفتن و سرمدون باز شده. بعدتر بهم خبر رسید یکی از دروازه رد شده. دالونا باز شده و فراموشی داره همه جا پخش میشه. لابد بابات بوده. چیه؟ این دروازه که میگی چیه؟ کسی نمیدونه. شاید تو بتونی پیداش کنی. تو کجا میدونی؟ چرا من؟ همه چیز زیر سر اون نغمه است. نمیدونم چرا دست بابات زودتر از تو به اون سرمدونه رسیده. اما یه ظاهر همیشه جایی ظاهر میشه که باید. حتما حکمتی توش بوده. معلوم باید چی کار کنم؟ بگرد دنبال ظاهر. آدمه؟ ظاهر یه شیه. برای هر کس یه چیزه. اسمش ظاهره چون تو ذهن جای هر چیزی رو که ایام بوده میگیره. مثل گوری که خودشو به بهرام نشون داد و اونو با خودش برد. من اصلا سردر نمیارم داری چی میگی؟ من خودم هم سردر نمیارم. اما اگه اون نغمه تو سر توه یعنی همه چی به تو بستگی داره. نفرینی یا شفا نمیدونم. ممکنه هم قفل باشی هم کلید. خیلی خوب. پس اگه همه اینایی که میگی منم این سرمدون رو بده به خودم. هر چیو که میدونستم بهت گفتم. من اینجا بودم. میدونم. نه منظورم الان نیست. قبل اینو میگم. اونجا یه دونه قهوه خونه بود. متروکه است. اون موقع نبود. اون موقعی که من و مامانم اینجا بودیم نبود. اون موقع همین چیزی که تو این سرمدون پخش میشد و من آواش زمزمه میکردم. بعد تو ماشین خوابم برد. بعد یادمه که همه چی از همون روز شروع شد. بابا به جان خودم همه چی از اون روز شروع شد. باور نمیکنی.
این عکس منو بچه بودم نمیشناسیش، ولی این مامانمه. یادم اومد. خب هم خودت رو هم مادرت. روزی اینجا بودی که همه چیش یادمه. وقتی پسرم به دنیا اومد، روزی که قیروانی مرد. قیروانی؟ تو باید قیروانی میشناسی؟ یعنی چی؟ کتاباشو خوندی یا به عنوان یه نویسنده میشناسی چی؟ یا نزدیک دیدیش؟ خب اگه چیزی ازش میدونی به من بگو. چرا کتابشو نصف ول کرده؟ چرا آخرشو تموم نکرده؟ به تو نگفته تهش چی میشه؟ یعنی خب ما رو دیده بوده دیگه. بعد اینجا مرده یا یه جای دیگه این مرده خبرش به تو رسیده؟ این سرمدون لعنتی از کی صداش معلوم شد؟ سنم ساربان، سنم ساربان چرا به من چیزی نگفته؟ اگرچه که من ازش نپرسیدم، ولی اونم چیزی. کجا تو میری دارم باهات حرف میزنم؟ سر گور قیروانی. اینجاست؟ بگو دیگه. گفتم دیگه. وایسا. سال منتظرته. چرا منتظر من؟ چون کمکش کردی بمیره. چی؟ چی میگی؟ جلوی قهوه خونه پیرمردی رو دیدی که ازت پرسید اون آهنگو از کجا بلدی؟ اون روز فهمید اون دختری رو که تو گرمای بیابون نجات داده، اونی که کتاب نوبت لیلیو بهش داده، یه موجود ماورایی نبوده. دختری بوده که از آینده اومده. دختر روحنگیز زلی. مامان منو میشناخته؟ تا منظورت از شناخت چی باشه؟ اینجا برای آدمی مثل تو هر چیز خیالی میتونه واقعی باشه و هر چیز واقعی میتونه تو خیال تو باشه. من میشناسم اینجا رو. اینجا بودم. قیروانی شازده بود اینجا. اینجا دفتر کار منه، یه بخشی از خونه. شاید اون شازدهی که شما میگی این کاخو بعد از مرگ من از سنم خریده. کاخت رسیده به سنم؟ همه یه ثروتم. مادر من از کجا میشناختی؟ مادر تو دوست قدیمی سنم بود، دوست دوره جوانی. هر وقت با هم بودیم خیلی از مادرت صحبت میکرد. میگفت تنها کسی که تو زندگی بهش خوبی کرده روحنگیز زلیه. من تازه پیشش بودم، چیزی از دوستیش با مادرم نگفت. سنم این کاخ رسیده بهش، بعد شازده رو برش آورده اینجا. ما همیشه به این فکر میکردیم که کی بوده که انقدر با مادر من صمیمی بوده که همه چیشون میدونسته. نگارگری، میزان پاک میگفته که من دست خودم. سنم بوده که پشت همه این ماجراها بوده. سنم همون بیروخه. سنم همون سرعیاست که همایون عاشقشه. دختر محبوبه. وای همایون. سنم فکر میکرده مادر من پسرشو کشته. پس تو چی این وسط؟ تو چی میگی؟
پدر من یه تاجر ثروتمند تونسی بود. خیلی دوست داشت بچه‌هاش فرانسه درس بخونن. واسه همین منم رفتم پاریس. همه چی خوب بود تا بالاخره یه روز یه آوایی رو شنیدم. نمیدونم مال کی بود، اما ذهن منو مشغول کرد. هر جا میرفتم، هر کاری میکردم، میشنیدمش. زندگیم وقف این شد که ببینم این آوا از کجا آمده. هرچی موسیقی ضبط شده تو دنیا بود رو شنیدم. هر نوازنده محلی و مقامی که بود رو پیدا کردم و ازش خواستم هرچی تو حافظشه بنوازه تا بشنوم، اما پیداش نمی کردم تا آخرین روز تولد 39 سالگی. شنیده بودم قبیله بیابونگردی توی شاخ آفریقان که موسیقیشون شبیه سبک بلوزه. رفتم سراغشون که ماشینم بین راه خراب شد. بیابانگرد خوبی بودم و باکی نداشتم. اما چیزی رو دیدم که محال بود. یه گوره خر آسیایی تو شاخ آفریقا. جایی که نباید باشه. رفتم پیش و تو اون بیابون گم شدم. شنیده بودم آدم موقع مردن همه زندگیش رو میبینه جلوی چشمش. منم شروع کردم به دیدن از چیزهایی که قاعدتاً نباید. کم کم داشتم میفهمیدم. میفهمیدم که چند قرنه در حسرت میمیرم و زاده میشم. که صدای دختری رو شنیدم. دختری که همون نغمه رو میخون. میدونم شاید چیزی از حرفایی که بهت میزنم نفهمی، ولی من این حرفا رو باید بگم. من از آینده اومدم. اومدم تا کمکت کنم از این سرگردونی بیای بیرون و یه نفرین رو تمومش کنی. مادرم رو از دست دادم به خاطر نجاتت، اگرچه اون چون انتخاب خودش بود من جلوش وای نستادم. تو از امروز شروع میکنی به یادآوری گذشته. فقط سعی کن بنویسیش، اینجوری من راحت تر پیدات میکنم. خیلی ها فداکاری کردن که الان من اینجا. پس مراقب خودت باش و خرابش نکن. من و تو دوباره همدیگر رو میبینیم و من دوباره این آهنگ رو برات میخونم که منو یادت بیاد. جالب شد. خب تو رفتی و من زنده موندم با یک کتابی که جلدش به هم میگفت قراره 25 سال بعد اونو بنویسم. بعدم سنم ساربان اونو ترجمه کنه.
پس همه مهمتر این که بعد از اون یه سری تصاویر رو میدیدم، انقدر واقعی بودن که نمیتونستم ننویسمشون. چشامه که میبستم یه جایی بودم، چیزای عجیبی میدیدم، از فتح قسطنطنیه تا قحطی حمله مغول. یه بار یه جاشویی بودم رو کشتی ماجلان، یه بار یه مجاهدی بودم تو محاصره حیفا که از شهرش دفاع میکرد جلوی سپاه ریچارد، یه بار یه شوالیه فرانسوی بودم تو جنگای صلیبی که به ایبرس تو کرانه این نیلون از پا در برده بود. تمام رویاهایی که می دیدم زندگی خودم بود، من اونا رو زندگی کرده بودم. می‌خواستم ببینم اون کتابی که اون دختر از دنیای خیال و مجاز برام آورده بود چیه. می‌خواستم بخونمش، دختری که ناجی من شده بود، دختری که عاشقش شده بودم. ولی یه روز یه اتفاق خیلی غیر منتظره افتاد. یه هشتم تیر که بعدم فهمیدم روز تولد توه، بدنم به سرعت شروع کرد به پیر شدن. دکترها میگفتن یه جور بیماری خود ایمنیه، میگفتن سیستم دفاعی بدنم داره سلولای خودش رو بین میبره. خب خیلی غم انگیز بود. 39 سالم شده بود، تازه فهمیدم دنبال چی هستم. این همه ایده داشتم برای نوشتن، اما بدنم شروع کرده بود به جنگیدن با خودش. انگار دنیا نمیخواست کارم رو تموم کنم. ولی خب زندگی چیزای شگفت انگیز دیگه ای هم داشت. سنم وارد زندگیم شد. فهمیدم جواب تمام سوالام تو همون کتابه. فهمیدم جواب همه چیزا تو ایرانه. اومدم اینجا، خیلی جاها رو گشتم. سعی میکردم هر جایی که تو رویاهام دیده بودم رو پیدا کنم، تا رسیدم به اون گورستانی که شما هم دیدینش. یه گور که توش خوابیده بودم و یه گوریا بالا سرم وایستاده بود و یه شیء عجیبی رو گرفته بود تو دستش و مدام با هم حرف میزد. قبل قیروانی این گور ساکت بود، تنها گوری که گوریا با نمیدونستن داستانش چیه. قیروانی اونجا رو کند، سرمدون رو پیدا کرد و داد بزنم، بلکه کمکم کنه بفهمم داستان گور ساکت چیه. هیچ وقت فرصت نشد برگردم و اینا رو براش توضیح بدم، چون تو راه اینجا بودم که تو رو دیدم. تو رو دیدم و بعدش مردم. یعنی از کی؟ از اول کی؟ خدافظ. حالتون خوبه؟ دنبال عشقی بودم که هنوز به دنیا نیومده بود.
فقط یه عمر بود. زندگی، پشت زندگی، چشم به یه مقصد خیالی خوش شد. همون روز بود که فهمیدم توی زندگی دیگه، یه جای دیگه، من بهرام گورم که دنبال یه چیز ممنوعه میگردم. دنبال اکسیر حیات. خیلی جاها رو گشتم، پیداش کردم. اما خب یه دختر گلبادی ازش محافظت میکرد. اسمش لیلی بود. خیلی شبیه تو بود. از همونجا بود که دو پاره شدم. یه پاره شوم که برای زنده موندن از یه نفرین تغذیه میکرد که اون یکی دوچارش بود. توی پاره من یه شاه قدر قدرت بودم که 1500 سال زندگی کرده بودم و حکومت. اما یه جای دیگه یه آدم سرگردون، یه آدم حیرون که یه عمر دنبال یه چیزیه ولی نمیدونه اون چیز چی هست. هر بار که تو حسرت یه چیز محال میمردم، تو اون زندگی بهرام عمر تازه پیدا میکرد تا بالاخره تو پیدات شد و منو نجات دادی. اون وقت برای اولین بار اون شاه نامی رو شروع کرد به پیر شدن. اما خب من تا وقتی راز اون موسیقی رو نمیفهمیدم قرار نبود بمیرم. من فقط پیر میشدم، پیر و پیرتر، تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم کی هستی. دختر روح‌انگیز زلی، کسی که از آینده اومده بود و اون کتاب رو برام آورده بود. با این که میدونست اون کتاب ممکنه باعث مرگ مادرش بشه. تو خیلی فداکاری کردی. به خاطر نجات جهان اومدی و من از مرگ برگردوندی. سب کن. چرا داری چرت و پرت میگی؟ به من چه که برم یه دنیا دیگر نجات بدم؟ اصلا به من چه که تو و بهرام گور هر کس دیگه اونجا دارین چی کار میکنین؟ نابودی اون دنیا باعث نابودی این دنیا میشه. میدونی همه چی از خواسته وزیر بهرام شروع شد. اون بود که جاودانگی رو انداخت تو سر بهرام، چون دنبال کلید مخزن بود، مخزن تمام هنرهای جهان، نقطه‌ای که رود خلاقیت از آسمون به زمین متصل میشه. میخواست وارد مخزن شه، میخواست تمام هنرها رو از بین ببره. با از بین رفتن تمام چیزهای زیبا جهان پر میشه از تباهی و فراموشی، چون هنر خاطره ابدی هر نسله. میفهمی چی میگم؟ این تقدیر ما بود. این تقدیر بود که تو اون کتابو برای من بیاری. تقدیر غلط کرد با تو. من غلط بکنم بخوام برم اون نفر کوفتی تو تمومش کنم. به درک. هنر تموم شه. من خرم برم یه رایو پیدا کنم که وسیله قتل مامانمو بدم به قاتلش. لابو دو روز دیگه هم برم خواهرامو بکشم که کتاب کثافت تو درست از آب در بیاد. بس سنم، سریا، تو، هر خر دیگه ای بشین دست خدا. وای بیدار شو لیلی، اینا هیچ کدوم نمیتونه واقعی باشه. نمیتونه. شماها دارین منو گیج میکنین که من هر کاری دوست دارم براتون انجام بدم. بذار خیالتو راحت کنم. هیچ کتابی از آینده بهت نمیرسه.
تو تو اون بیابون میمیری، برای همیشه هم با حسرتت میمونی تا آخر دنیا. اینجوری دیگه هیچ که هم توهم نمیزنه که دست خداست. اینجوری مادر من زنده میمونه. چی شد گم شدیم رو تک درخت خونه یه یا کریم نشسته، با ضرب تیر صیاد بال و پرش شکسته. تو خوب میشی پر میزنی دوباره، به یار خود سر میزنی دوباره. قصه نخور یا کریم یا کریم، دوباره پر میگیری. اگه بشی نامید نامید، به دست غم میمیری. چی شد گم شدم؟ چی شد گم شدی؟ چی شد گم شدش؟ چی شد گم شدیم؟ چی شد گم شدی؟ چی شد گم شدش؟ چی شد گم شدیم؟ چی شد گم شدیم؟ چی شد گم شدیم؟